یک دونه و یک داروخونه. سلام دوستان خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همه ما میدونیم که خاکشیر خوبه و سلامتی خوبه، جز بذرهایی هست که میتونه بدن هیدراته کنه، میتونه برای یبوست خوب باشه. اما اون چیزی که باعث شده بخوام تو این ویدیو محکم راجع به فواید خاکشیر و درمان بیماری ها از موی سر گرفته تا نوک ما براتون بگم، برمیگرده به سالها تجربه درمان بیماری ها با خاکشیر که افراد خیلی زیادی استفاده کردن و نتایج فوق العاده گرفتن. حواستون به ملاحظاتی که در آخر ویدیو گفتم باشه. من هم فکر میکردم خاکشیر فقط برای دستگاه گوارش خوبه، میتونه بدن هیدراته کنه و برای یبوست هم خوبه. اما بذارید با زیبایی پوست و مو شروع کنیم و ببینیم چه اثراتی روی زیبایی پوست و مو داره. سالها پیش بیماری داشتم که صورتشون خیلی دچار افتادگی شده بود و یبوست خیلی شدیدی داشت و من بهشون پیشنهاد کردم که صبحشون رو با خاکشیر شروع کنن. 2 قاشق الی 3 قاشق غذاخوری خاکشیر رو با آب داغ دم کنن، نجوشونن، فقط دم کنن. جوشوندن خاکشیر خواصش رو کم میکنه. دم کنن، بعد از 20 دقیقه صبح ناشتا استفاده کنن و نیم ساعت تا 40 دقیقه هیچ ماده غذایی استفاده نکنن. وقتی برای ویزیت دوم تشریف آوردن، علاوه بر اینکه یبوستشون برطرف شده بود، کلن پوست صورتشون لیف شده بود. خیلی رضایت داشتن، میگفتن همه به هم میگن چی کار کردی، این همه تغییر کردی، در حالی که از هیچ نوع کرمی استفاده نکرده بودن و هیچ راهکار موضعی رو به کار نبرده بودن. و همین باعث شد که من به افراد خیلی زیادی پیشنهاد بدم و هر بیماری که برای مشکلات پوستی مراجعه میکرد، من خاکشیر رو بهشون پیشنهاد میدادم. برای پسوریازیس و برای اگزما خاکشیر خیلی عالی تاثیر میده. البته به تنهایی درمانش نمیکنه. در کنارش رژیم غذایی هم بهشون میدیم که میتونید ویدیوی مربوط به این بیماری رو ببینید، لینک هایی که گذاشته میشه، و این بیماری هاتون رو راحت درمان کنید. نتیجه که میگیریم، خاکشیر برای پوست قوقا میکنه، پوست لیفت میکنه، چندین درجه پوستتون رو روشن میکنه و حس خوبی به پوستتون خواهید داشت، چون هیدراته میکنه. یکی از کاربردهای عالی خاکشیر، پوست رو هیدراته میکنه و یه حالت پفکی به پوست میده که خیلی خوشاینده. مرطوب میکنه، مخصوصا برای افرادی که تو آب و هوای خشک زندگی میکنن. به چه میزان استفاده کنید؟ از 1 قاشق گرفته تا 3 قاشق برای شما عالیه، ولی بالاتر از 3 قاشق به هیچ کس پیشنهاد نمیکنیم. به نظر من برای درمان جوش و آکنه خاکشیر بهترین انتخابه، چون پوستتون رو پاکسازی میکنه و از طرفی به صورت غیر مستقیم اثر میذاره. چون خون رقیق میشه، کارکرد کبد بهتر میشه، بهتون کمک میکنه که این جوش ها به صورت ریشه درمان بشن. اما باید یه سری نکته ها رو هم مد نظر قرار بدین. میخوای جوش های صورتت به راحتی درمان بشه، طی درمان از هیچ نوع سرخ کردنی استفاده نکن و به اندازه کافی از نکتار میوه ها استفاده کن. سوپ جو بخور با آب قوره و رژیم غذای سالمی داشته باش. حتما این دونه های فوق العاده میتونه مشکل تو رو حل کنه. اگه دچار شوره سر هستی، اگه موهات ریزش داره، اگه به اندازه کافی موهای سلامتی نداری، اگه موهات کم پشته، به عنوان آخرین راهکار از دونه های خاکشیر کمک بگیر. دونه های خاکشیر حتی ریزش موی هم که علت هورمونی داره برطرف میکنه. حالا بهت میگم با چطور استفادهش کنی. اگه شما میخوای از خاکشیر برای سلامت موهات نتیجه عالی بگیری، حتما این توصیه منو جدی بگیر. خاکشیر منیزیم داره، پتاسیم داره، آهن داره، کلسیم داره و به خاطر یک سری ریزمغذی‌های خاص کمبودهای بدن تو جبران میکنه و منجر میشه به اینکه پوست خوبی داشته باشی، موی خوبی داشته باشی و باعث هیدراته شدن پوست و موی شما بشه. خاکشیر کمک میکنه به سمزدایی بدنت و این سمزدایی رو از دستگاه گوارشت شروع میکنه. دستگاه گوارشت رو از فضولات پاکسازی میکنه، یبوست های مزمن رو
برطرف میکنه، رفلاکس معدت رو برطرف میکنه و دریچه معدت اگه دچار مشکل شده باشه که باعث میشه اسید برگرده به سمت بالا، این مشکل برات برطرف میکنه. من همیشه به دوستان میگم شما میخوای پوست و موی خوبی داشته باشی، اولین اقدامت باید پاکسازی و اصلاح دستگاه گوارشت باشه و بی‌ضررترین راهکاری که شما میتونی انتخاب کنی، ایمن‌ترین راهکاری که میتونی انتخاب کنی خاکشیره. فلور رودت رو تنظیم میکنه. خیلی از ما دقیقا این مشکل رو داریم. تعادل بین باکتری های مفید و مضر داخل دستگاه گوارشمون به هم خورده و این منجر شده به اینکه ساخت برخی از ویتامین های گروه بیو از دست بدیم، بعد مواد دچار ریزش بشه و خاکشیر تنظیم کننده فلور رودته. ممکنه که شما آنتی بیوتیک استفاده نکنید ولی دارید این آنتی بیوتیک ها رو از طریق مواد غذایی و گوشت های مختلف داری وارد بدنت میکنید. پس حتی اگه هیچ مشکلی هم نداری، گاهی وقتا خاکشیر رو برای تنظیم رودهات استفاده کن. برای سلامت قلبت حتما خاکشیر رو جدی بگیر. اکثر افراد ضعف قلب دارن. اگه دوتا پله میری بالا به نفس نفس میافتی، اگه حین ورزش داری کم میاری، بدون که قلبت ضعیف شده. غذاهایی که استفاده میکنیم قلبمون رو ضعیف کرده. اگه فست فود داری میخوری، لبنیات بازاری داری استفاده میکنی و به طور کلی سرخ کردنی داری زیاد استفاده میکنی، روغنهای غیر خوراکی داری میخوری، مطمئن باش که عضلات قلبت ضعیفه. پس باید بلد باشی که عضلات قلبتو تقویت کنی و از این نعمتی که خداوند در اختیارمون قرار داده که همه جا هست و خیلی هم قیمت مناسبی داره. من گاهی وقتا فکر میکنم یه عمدی تو کاری که نمیخوان این اطلاعات به عموم مردم برسه و کار تحقیقاتی روش انجام نمیشه. به هر حال خاکشیر همه جا هست. اگر هم میخوای که اثرات قوی تری داشته باشه و چند منظور ازش استفاده کنی، خب صبح ناشتا استفاده کن تا کبدتو پاکسازی کنه، کبد چربتو درمان کنه، قلبتو تقویت کنه، مشکلات گوارشیتو برطرف کنه و هر گونه مشکل پوستی داری خاکشیر برطرفش کنه. صبح ناشتا گفتم بهترین حالته. خاکشیر به خاطر داشتن فلاونوئید ها، ساپونین ها، ترکیبات آنتی اکسیدانی میتونه ضد التهاب فوق العاده ای باشه. اگه لوزاتون التهاب داره، اگه دستگاه گوارشتون التهاب داره، اگه دچار دردهای مفصلی هستین و مفاصلتون التهاب پیدا کرده، اگه دچار آسم هستین، خلاصه بگم هر بیماری التهابی که داری خاکشیر رو با روشی که بهت گفتم امتحانش کن. خاکشیر کاربرد دوگانه داره. میتونه درمان کننده اسهال هم باشه، میتونه درمان کننده یبوست هم باشه، اما با دو تا روش متفاوت. اگه دچار گرمازدگی شدید، میخواین بدنتون رو خنک کنید، یا اینکه دچار اسهال هستید، با این روشی که میگم استفاده کنید. یکی دو تا قاشق خاکشیر رو داخل یه لیوان آب خنک بریزید و چند تا تیکه یخ هم بهش اضافه کنید و کمی عسل. البته قبل از اینکه یخ ها رو بهش اضافه کنید، عسل رو داخلش بریزید که حل بشه و بعد یخ بهش اضافه کنید، طوری خنک باشه که لیوان عرق کرده باشه و به صورت جرعه جرعه میل کنید. هم میتونه استفراغ های پی در پی رو درمان کنه که آنن میتونه حالت تعبو و استفراغ های پی در پی رو درمانش کنه و هم میتونه اسهال رو به سرعت بند بیاره. حالا میخواین یبوست رو برطرفش کنید، صبح ناشتا میتونید 1-3 قاشق غذاخوری خاکشیر رو داخل 1 لیوان آب جوش به مدت 20 دقیقه دم کنید و بعد تا نیم ساعت 40 دقیقه هیچ ماده غذایی رو استفاده نکنه تا روداتون پاکسازی بشه. خیلی هستن دنبال چاقی هستن و دوست دارن که چند کیلو چاقتر بشن. این نسخه‌ای که میخوام بهتون بگم برای افرادی که میخوان چربی سوزی داشته باشن ایجاد نگرانی نکنه. افرادی که نمیخوان چاق بشن و میخوان بدنشون هیدراته بشه با خیال راحت استفاده کنن. این روشی که میگم با این ترتیبی که میخوام بهتون بگم بدن رو هیدراته میکنه، تعادل میده و برای افرادی که لاغر هستن میخوان که آب زیر پوستشون بیاد و یه خورده وزن بگیرن بهشون کمک میکنه. خاکشیر رو 1-3 قاشق غذاخوری خاکشیر رو داخل شیری که
خاطر جمع باشید، حداقل افسودنی زیاد نداشته باشه، بریزید میل کنید. یا اگه خاطر جمع نیستید و نمیتونید شیر کاملا سالم در اختیار داشته باشید، شیر بادوم درست کنید که خود شیر بادوم هم بدن رو هیدراته میکنه. شیر بادوم درست کنید، داخل شیر نداره، یه لیوان آب، 10 تا دونه بادوم، کمی گلاب، عسل و 3 قاشق خاکشیر رو داخلش بریزید و هر روز ازش میل کنید. من پیشنهادم بهتون اینه، اگه میخواین نتیجه درست بگیرید، داخل مخلوط کنتون 4 لیوان آب، 3 قاشق خاکشیر و بعد بقیه محتویات رو با 3 عدد انجیر بهش اضافه کنید، بذارید کاملا میکس بشه و در طول روز این 4 لیوان رو میل کنید و ببینید بعد از گذشت مدتی چه اتفاقاتی براتون میفته. اگه وزنت نرماله و فقط شکمت بزرگه، تجربیات عالی در موردش داشتیم. میخوای شکمت رو فقط کوچیک کنی؟ چون کسایی که لاغر هستن و فقط شکمشون بزرگه، انباشت چربی ندارن، فقط دستگاه گوارششون دچار نفخ و گاز زیادی هست، اصطلاحا دچار سردیه، که میتونید خاکشیر و ترنجبین رو با هم استفاده کنید، این مشکلتون حل بشه. میتونید یه قاشق غذاخوری خاکشیر رو داخل آب جوش 1 ساعت بذارید بمونه، بعد صافش کنید و با 1 الی 3 قاشق غذاخوری خاکشیر دم کنید. این نسخه برای کسانی هم که میخوان لکه‌های قهوه‌ای صورتشون پاک بشه، میخوان صورتشون تمیز بشه و چندی درجه روشن بشه، به این شکل هم استفاده کنن فوق‌العاده است. بذارید ملاحظاتش هم بهتون بگم. بعضی از افراد با خوردن خاکشیر سردرد میشن. آیا این بیل معنی هست که دیگه استفادهش نکنن؟ نه. میتونید به خاکشیرتون کمی کتیرا اضافه کنید و با کتیرا میل کنید. همین الان که میخواستم ویدیو رو تموم کنم، یکی از دوستانم یه نکته رو گفتن، چون خودشون نتیجه فوق‌العاده گرفتن، گفتن برای آبله مرغون که بچهشون درگیرش بوده، دود خاکشیر رو دادن و به سرعت دونه های آبله مرغون خشک شده. با شیر کردن ویدیو باعث بشید افراد زیادی اطلاعات داشته باشن و طبق قوانین کائنات وقتی که ما یک کار مثبت انجام میدیم، کائنات این کار مثبت رو چندین برابر بهمون برمیگردونه. خدا نگهدار.